به نام خدا، سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه با قسمت پنجم از آموزش زبان برنامه نویسی پایتون در خدمتتون هستیم. این قسمت خیلی کوتاهه و کلا دوتا موضوع رو میخوام بگم. توی قسمت قبلی نگفتم چون به نظرم دیگه زیاد شد، نیم ساعت شده بود، گفتم که حالا یه قسمت جدا میگم، ولی خب خیلی کاری نداریم. اول برم تو پایتون. خب پایتون استفاده. بعد خب ببینید، بعد شما دیروز با متغیر آشنا شدیم دیگه، چجوری متغیر بسازیم، چجوری ازشون استفاده کنیم و اینا. حالا اینم مرور جلسه قبل و اینا، که اینا حالا چیزای جلسه قبل بود. یه موضوعی هست که به اصطلاح در واقع میگن پایتون زبون داینامیک تایپی. میخوایم ببینیم که این معنیش چی. این مگه الان بگم که تایپ ای چیه، به من میگه که اینت. حالا باز این که این تایپ خودش یه تابه است، این کلاس یعنی چی و اینا رو کاری نداشته باشید، جلوتر آشنا میشیم. این تایپ ورودی که بهش بدید جنسش رو بهتون میگه. الان داره به ما میگه A int. خب بگم تایپ B چیه، میگه که float. خب الان من اگه بنویسم A مساوی B و دوباره بگم که تایپ A رو به من بگو چیه، میگه که float. ببین اینجا تایپش int بود، اینجا شد فلوت. خب این که جنس یک متغیر در طول اجرای برنامه عوض میشه بهش میگن داینامیک تایپ، یعنی تایپ اون متغیر ثابت نیست، عوض میشه، داینامیک. برعکس خیلی از زبونا که استاتیک تایپ هن، مثلا توی سی شما مینویسی اینت ای و اون ای تا آخر اجرای برنامه اینت میمونه و اصلا نمیشه جنسش عوض بشه. خب یعنی شما توی A که اینت، توی حالا C مثلا اگه بریزی 4.5، فقط قسمت 4ش ریخته میشه و اون نیمش ریخته نمیشه، برای اینکه A اینت اینت میمونه. ولی اینجا ما توی A 4.5 ریختیم، خود 4.5 ریخته شد و تایپش هم عوض شد. میبینید که 4.5 توی A و جنسش هم عوض شد. پس این فرق داینامیک تایپ و استاتیک تایپ. موضوع بعدی که توی این ویدیو بگم اینه که ما میتونیم متغیرهامون رو پاک کنیم. من اگه بزنم دل A و بگم A رو برای من بنویس، میگه که ارور میده و میگه که A دیفاین نشده، نمیشناسمش. خب الان B رو نگاه کنید، میشناسه. من الان B رو پاک کنم، بگم B بگو چیه، میگه که B رو نمیشناسه. این کلمه کیورد در واقع دل کاربردهای دیگه هم داره و همه کاربردش مربوط به پاک کردن میشه، ولی اینجوری نیست که فقط برای متغیر باشه. اینم گفتم بگم که بدونید متغیرامون رو میتونیم اینجوری در واقع حذفشون کنیم. خب این قسمت همین دوتا موضوع بود، بریم قسمت بعدی و ادامه آموزش.